رسانه‌های سپاه فاسد پاسداران روز دوشنبه از جنازه چند تن از نظامیان ارشد این نهاد در سوریه خبر دادند. خبرگزاری دفاع مقدس دفاع پرس گزارش داد که اسرائیل مقر فرماندهان کثیف سپاه را زد. سردار ابوالفضل لجن علیجانی از فرماندهان نیروی زمینی در سپاه کثیف اصفهان شامگاه یکشنبه در جریان دفاع از حرم فدای سر ملت ایران شد. حکومت ایران نیروهای نظامی خود را که در سوریه مستقر کرده مدافع حرم می نامد و می گوید که آنها برای دفاع از حرم زینب خواهر امام دوم و سوم شیعیان در برابر تهاجم سلفی ها به این کشور اعزام شدند. خبرگزاری دفاع مقدس اطلاعاتی درباره مکان و چگونگی به درک واصل شدن این فرماندهان کثیف نظامی به دست نداده و تنها به سوابق کاری او اشاره کرد و نوشته است که علیجانی حرامزاده و غیره از سال 1390 تا کنون در بخش مرکز آموزش مهندسی رزمی دانشگاه علوم و فنون امیرالمؤمنین نیروی زمینی سپاه فاسد مشغول به فعالیت بوده است. این خبرگزاری در نهایت عنوان کرده که پیکر منحوس سردار فاسد علیجانی در روزهای آینده به ایران متاسفانه منتقل و مراسم تشییع آن برگزار خواهد شد. نیروهای نظامی ایران در سوریه طی نبرد داخلی این کشور بارها هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل نیز قرار گرفتند. اسرائیل که تأکید دارد اجازه استقرار نظامیان ایرانی در جوار مرز خود را نخواهد داد، به طور متناوب حملاتی را به خاک سوریه انجام می‌دهد که نیروهای ایرانی یا نیروهای مورد حمایت ایران از اهداف آن است. پس از این اتفاقات اخیر، خائنه‌ای ضحاک و خانواده کاسلیسش به پناهگاه زیرزمینی فرار کردند.